حتی قوی ترین ابرشرورا هم گاهی نیاز دارن با همدیگه یه تیم تشکیل بدن. سلام، به کامیک فکس خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز قصد دارم توی این لیست بدنامترین و خاطر انگیزترین گروه های ابرشرور تاریخ رو بهتون معرفی کنم و باید بهتون بگم که ما داخل این لیست تروریست ها و سازمان های سیاسی رو وارد نکردیم. اگر برای بار اولی که واردی کانال ما شدید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسه تون میسازیم و از دست ندید. شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم تا آخر اون همراه ما باشید. شماره 10، کبال. به نظر میرسه که انتقام جویان همیشه دست پر بودن تا اینکه تیم ابرشرورا ظاهر شدن. کبال از کارهای مخفیانه لذت میبردن، مثل مقابله با ابرقهرمانای ایلومیناتی. اونا از قدرت و استعداد وسیعی که از سایه ها منشا میگرفت استفاده میکردن. بسیاری از ابرشرورها و ضد قهرمان ها با کبال کار میکردن، مثل رد اسکال، لوکی، نورمن آزبورن و حتی دکتر دوم. اما کاراکتر نیمور عامل دو طرفه ای بود و هم با ایلومیناتی و هم با کبال کار میکرد. شماره 9، سیکرت سیکس. بیش از 3 تجسم خارجی از گروه ها وجود داره که در طی سالها به عنوان سیکرت سیکس شناخته شدن. گروه سومی که ظاهر شد یک گروه قدرتمند از خطرناکترین اشرار دیسی بود. این یکی از جنبه های سیکرت سیکس هست که در طی تاریخ 50 سالی این تیم ثابت باقی مونده. در حقیقت هر کدوم از ورژن های سیکرت سیکس با یک سری افراد مرموز که به عنوان ماکی برد شناخته میشن هدایت میشن. هویت این افراد حتی برای سایر اعضای گروه هم ناشناخته است. اعضای این گروه اغلب برای این اجیر شدن که وظایف مزدورانه ای انجام بدن. از اعضای سیکرت سیکس در طول تاریخ میتونیم به بین، ددشات و حتی جوکر اشاره کنیم. شماره 8، ثاندربولت. این گروه از ابرشرورها نشون دادن که هنوز هم برای خلق شگفتی‌ها در دنیای اشرار دیر نشده، یا حداقل اینکه سعی کردن که این کارو بکنن. اونها توسط لوک کیج رهبری میشدن. ثاندربولت از یک سری ابرشرورهای تغییر شکل یافته تشکیل شده. در طی سالها اشرار زیادی بودن که ورژن های مختلفی از ثاندربولت رو شکل دادن، مثل نورمن آزبورن و تاسکمستر. این تیم در ماجرای جنگ تمدن های مارول اغلب در مقابل ابر قهرمان هایی که از سبت ابر انسان ها اجتناب می کردن ایستاد. از سایر اعضایی که داخل این گروه فعالیت می کردن می تونیم به بولزای و حتی ونوم اشاره کنیم. شماره 7، The Crime Syndicate of America. جهان دیسی به خاطر استفاده از جهانهای موازی معروفه و ورژنهای مختلفی از شخصیتهاش در اونها ظهور پیدا کردن. کرایم سیندیکیت آف امریکا در یکی از جهانهای موازی ساکنه و به عنوان دارک شادو در مقابل لیگ عدالت میسته. برای CSA همتایانی در اعضای JLA تصویر میشه، مثل اولترامن و سوپرمن، اولمن و بتمن و حتی واندر وومن و سوپر وومن. شماره 6، Serpent Society. این گروه از ابرشرورهای ماری به عنوان مارهای ساکن در علفها در جهان مارول خدمت میکنن. همه اعضای Serpent Society ویژگی‌های ماری رو در ظاهرشون و در قدرتاشون بروز میدن. در فهرست دشمنان این گروه افرادی مثل کاپتان آمریکا حضور داره و اشراری مثل دیمین بک، کاتن ماوس و دث آدر اعضای اون رو تشکیل میدن. این تیم در کنار سازمانهای اشرار مثل هایدرا و این کار میکنه و بامپت ها تقریباً در مقابل انتقام جویان هستن، اما اعضای منفرد میتونن تقریبا هر جایی باشن. شماره 5، Masters of Evil. تیم های ابرشرور مارولی کمی وجود داره که به اندازه Master of Evil ترسناک و افسانه ای باشن. بسیاری از علاقمندان به کامیک به ورژن هایی که در اون نازی ساینتیست زیمو با بارون زیمو و پسرش هلموت زیمو به عنوان رهبر گروه Master of Evil هستن توجه خاصی دارن. ورژن های دیگه تیم توسط سایر شخصیت های معروف مثل اولتران، دکتر اوکتاپوس و ایگهد رهبری میشن. این تغییر ترکیب ها هرگز باعث نشد که جلوشون گرفته بشه و حتی دیگه نتونن به عنوان یک قدرت ترسناک در مقابل انتقام جویان عمل کنن. شهرت اونها باعث شد که به یکی از ماندگارترین ابرشرورهای مارول تبدیل بشن. شماره 4، اینجاستیس لیگ. تیم های ابرشرور زیادی وجود داره که بهشون عنوان اینجاستیس لیگ داده شده، اما چیزی که بین همه اونا مشترکه مخالفتشون در برابر جاستیس لیگ آف امریکا در جهان دیسی هست، که چیز عجیبی هم نیست. اینجاستیس لیگ اصلی محصول مغز متفکر لکس لوتر، جانی و اسپیس کنکوئرره که به عنوان آگاممنون معروفه.
اینها ویلن های اصلی دنیای دی سی مثل جوکر، دس استروک، سینسترو و پنگوان رو دور هم جمع کردن. در رو 52 لکس لوتر خودش به تنهایی از این گروه رو استخدام کرده. و اشرار مشهوری هم مثل کاپتن کولد، بلک مانتا و کت مومن هم کنار اون قرار دارند. شماره 3، Brotherhood of Evil Mutant. اگرچه اونا به عنوان تروریست یا نیروهایی برای تسلط جهش یافته ها در مسابقات با انسان ها عمل کردند، اما Brotherhood of Evil Mutant همیشه برای جهان مارویل یک تهدید همیشه حاضر بوده، به طور ویژه برای ایکس من. اعضای اصلی این تیم شامل کویک سیلور و اسکارلت هستند که تحت رهبری مگنیتو بودند. این تیم یک ورژن متعصب از ایکس من رو به نمایش گذاشته و در جستجوی رسوندن مگنیتو به هدفش، یعنی برتری جهش یافته ها هست. ورژن آینده ی این تیم از واژه اویل استفاده نمی کنه و سرپرستی تیم میفته به میستیک. اما برادرهود هنوز هم یک تهدید خطرناک نه تنها برای ایکس من، بلکه برای کل انسان هاست که اون رو به یکی از خطرناکترین تیم ابرشرورهای مارول تبدیل کرده. شماره 2، سویساید اسکواد. گروه شرورهایی که پاشون لبه داره رو کنار هم قرار بدید و ماشین های فوق خطرناک در اختیارشون بذارید. و در آخر چی به دست میاریم؟ بله، گروه جوخه انتحار یا همون سویساید اسکواد. این گروه از اشرار مشهور دیسی که مورد علاقه طرفدارا هستن، به خاطر سریال های اکشن و ترکیب بندی شخصیت ها در سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفتن. در حقیقت سویساید اسکواد به خاطر بازی ویل اسمیت به عنوان ددشات و جرد لتو به عنوان جوکر و مارگو رابی به عنوان هارلی کوین اینقدر معروف شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ شماره یک این لیست، بهتر اسم چندین گروه ابرشرور که نبودشون تو لیست امروزمون حس میشد رو معرفی کنیم، که از اونا میتونیم به سینسترو کورپس، دارک اونجرز، هل فایر کلاب و سیکرت سیسایتی آف سوپر ویلنز اشاره کنیم. اما شماره 1، سینستر سیکس. دنیای مارویل با تیم‌های ابرشرورهای مختلف و موثری روبرو شده، اما سینستر سیکس یکی از بدنام‌ترین اونا است. این تیم چند تا از ترسناک‌ترین دشمنای اسپایدرمن رو دور هم جمع کرده. در بین اونها والتر، ساندمن، کرایون د هانتر، الکترو و میستریو رو میبینیم که همه اونا تحت فرمان یک رهبر با استعداد اما منحرف، یعنی دکتر اکتاپوس بودن. اعضای این تیم همیشه با هم دوست و همدست هستن. این باعث شده اونا پایدار باشن و همچنین یک تهدید برای هر کسی که سر راهشون قرار بگیره. خب، به پایان این ویدیو رسیدیم. آیا شما هم با این لیست موافقین؟ خیلی خوشحال میشم بدونم که گروه ابرشرور مورد علاقه شما کدوم یکی از گروه های لیست امروز ما بود. حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید. جا داره در آخر از سپنتا کاظمی و فرحان عزیز بابت حمایت و دونیتی که از ما انجام دادن تشکر کنم. اگر شما هم دوست داشتید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیتی که پایین این پست قرار داره استفاده کنید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.